سلام به همه بچه ها، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. اومدیم لیست تیم ملی ایتالیا و هلند رو برای مسابقات یورو 2024 بررسی کنیم. اگه برای اولین باره که ما رو میبینیم، ما به طور کلی راجع فوتبال اروپا صحبت میکنیم. اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین، لایو ریاکشن به بازی حساس میایم، علامت زنگوله رو بزن که ما هر موقع اومدیم لایو خودتون خبردار بشین. حسین رو داریم و میخوایم اول از لیست هلند شروع کنیم. حسین چطوری برام لیست هلندم بگو. سروش جان منم خوبم و امیدوارم همه تاکر پادکستی که تا آخر این ویدیو هم رایمون هستن حالشون خوب باشه. بریم ببینیم رونالد کومن لیست 30 نفره که داده برای یورو چه بازیکنایی هستن، به چه دلیل دعوت شدن و کلا چی قراره بشه توی این تورنمنت برای هلند که یورو قبلی دلیخ جلوی چک به بادشون داد. ببینیم این یورو چی میشه. توی دروازه جاستین بیلو رو دعوت کرده که خب تو لیگ خود هلند واقعا یکی از گلرهای حالا خوبه اون لیگ به حساب میاد. مارک فلکن رو دعوت کرده که برای برنتفورد بازی میکنه، گلر خوبیه واقعا. و وربروخن رو دعوت کرده که گلر برایتونه که چرخشی با استیل اول فصل بازی میکرد، کم کم یه جای خودش رو فیکس کرد تو ترکیب تیم دزربی. گلر خیلی قد بلند و فیزیکیه که بازی با پای خیلی خوبی هم داره. و نیک اولیچ رو هم دعوت کرده از لیگ خود هلند که به نظرم کسی که خط میخوره اون باشه و بین فلکن و وربروخن برای اول دومی رقابته که من خودم سلیقه‌ای فلکن رو ترجیح میدم به خاطر حالا رفلکسای سریع‌ترش، ولی وربروخن احتمالاً شاید فیکس باشه. من راجب به دروازه‌بانشون نظری ندارم، انقدر اختلاف سطحی بین فلکن و وربروخن که گفتی نیستش، ولی من خودم هم به خاطر چیزی که تو ذهنم بود خب بیشتر روی فلکن من دیده بودم که سوشال میدیا مانور میده، ولی خب مشخصه سالو ببینیم که چه اتفاقی میفته تو خط دروازه‌شون. ببین تو خط دفاع که ما قرار 5 دفاعه هلند رو در نظر بگیریم، حالا رونالد کومان 3-5-2 بازی میکنه، ولی خب 5 نفر قرار دفاعشون باشن. وینگ بک راست، 3 دفاع وسط، وینگ بک چپ. وینگ بک راست که واقعا رونالد کومان به نظرم باید الان یه موزیکی پلی کنه، شروع کنه رقصیدن. یعنی چی بهتر از این؟ شما وینگ بک راست اینتر رو دارید که یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود در فصلی که گذشت، اگر نگیم بهترین، و وینگ بک راست لورکوزن رو دارید که فقط یک باخت در فصل دادن و تا فینال تمام جام‌ها رفتن، یعنی جرمی فریمپونگ و دنزل دامفرایز. یکیشون قد بلند فیزیکی میاد توی باکس هد میزنه گل میزنه براتون، دامفرایز. یکیشون این موشک میدوه میره میاد، قدرت دریبزنی فوق‌العاده داره، یعنی جرمی فریمپونگ که امسال فوق‌العاده بوده و واقعا خوش به حالش. من فکر کنم برای سمت راستشون هیچ بحثی نداریم جز دردسر شیرین مربی که بخواد کیو بازی بده دیگه. دفاع وسط کسایی که دعوت کرده نیتن آکاست که خب با سیتی قهرمان پریمیر لیگ شد، دیلی بلیند رو دعوت کرده، ورجیل فندای که تو خیلی از اپ‌ها و سایت‌های نمره‌دهی یکی از بهترین دفاعی فصل بوده در کل اروپا، جز دفاع وسطش بوده. گیرترویدا هر تلفظی که داره، تلفظ اسم هلندی خب واقعا سخته دیگه، دفاعیه که با آرن اسلات تو فاینورد فوق‌العاده بود امسال که میتونه فول بک راست چهار دفاعه یا دفاع وسط سمت راست حالا سمت دفاعه بازی کنه، دفاع وسط هم هست ذاتن. ماتیاس دلیخت رو دعوت کرده که اونم بالا پایین داشت ولی در نهایت دفاع فوق‌العاده دیگه. در کنار حالا دلیخت و فندای که همین اسمایی که گفتیم، شوتن رو دعوت کرده و شوتنی که حالا واقعا تو اشل خودش فصل بدی نداشته. استفن دیفرای رو دعوت کرده که برای من دعوت عجیبی بود چون دیفرای تو خود اینتر زیاد بازی نمی‌کرد و شاید حالا به خاطر شناختی که ازش داره گفته بذار یه همچین دفاعی مطمئنی داشته باشیم توی تیم بمون. و خیلی دفاع دعوت کرده چون گفتیم 3 تا دفاع واسه قرار بذاره احتمال زیاد. خط هافبک رو برامون بگو. خط هافبک هافبکی که دعوت کرده خب براین گراونبرگ رو دعوت کرده که توی لیورپول بالاخره تونست یکم بازی کنه، از منجلاب مونیخ که قرضی اومد تونست حالا دائمی اومد تونست دقیقه خوبی توی اون تیم بگیره. و فرانکی دیونگ رو دعوت کرده که خب کومن علاقه زیادی بهش داره. تیون کوپ ماینرز رو دارن اونا که یکی بهترین هافبک‌های امسال بود واقعا توی آتالانتا و گفته که تابستون جدا میشه از آتالانتا و مشتریای پروپاگورسی داره از یووه بگیریم تا لیورپول. و
و تیجانی ریندرز رو دعوت کرده که تو میلان فصل قابل قبولی داشت به عنوان کسی که اولین فصلش بود توی سری آ از آزد به میلان رفته بود. مارتین دروم رو دارن که حالا خب هلند خیلی دفاع وسط با کیفیت بالا داره، ولی خب دروم توی آتالانتا یه خط عقب‌تر تو سه دفاع هم بازی میکرد. و جوی ورمان رو دعوت کرده، کسی که فکر کنم با اتلتیکو بسته از پی اس وی، هافبک دفاعی که خیلی مشتری داشت. و واینالدوم رو هم دعوت کرده که اینم باز شبیه دعوت دیفرای از اون دعوت‌های خود شانس چی بشه جنس مربیه دقیقا. آره. مربی که هر جا بره شاید این بازیکن پکیج مربیه دقیقا واقعا. و من لیست حالا دارم میبینم اینا اینقدر دفاع دارن من که دفاعشون رو یادم رفت کنم. میکی فندفن، میکی فندفنی که آره رکورد سرعت پریمیر لیگ زد آره در تاتنهام. چقدر دفاع وسط فوق العاده است، فوق العاده است. و واقعا هلند من فکر میکنم که خیلی دستش بازه توی خط هافک و توی خط دفاع برای استفاده از بازیکنان که همشون هم بال پلینگن، یعنی همه بازیکنایی که نیمه پایین زمین بازی میکنن علاوه بر بیلد اپ و بازی سازی میتونن به تیم هلند کمک کنن. حالا واقعا همشون بالیستن. آره دقیقاً دقیقاً. و راجب خط حمله شون اگه میخوای بگی بگو، اگه خط هافک هم ادامه داره اونو. خط هافک فقط یه بازیکن مونده که اون از لیگ خود هلند، کوینتین تیمبر، که خب اون تیمبر آرسنال رو دیگه دعوت نکرد، انقدر دیگه دفاع داره و سمت راستش خیالش راحته که اون رو دعوت نکردین. کوینتین تیمبر رو دعوت کرد که من فکر کنم خط بخوره. خط حمله یه مهاجم قد بلند دعوت کرده، هوتبک هورست، که برای من عجیبه چرا لوک دیانگ رو دعوت نکرد. لوک دیانگ امسال یکی از ستون‌های حالا خط حمله پی اس وی بود که بالا با ایروینگ لوزانو و بقیه اون تیم فوق‌العاده که نیم فصل نباخت تو هیچ رقابتی پی اس وی. عجیبه حالا لوک دیانگ رو دعوت نکرده، اگر مصدوم نباشه، این اگر بزرگی که باید حالا ببینیم مصدوم بوده یا نه. وکورس رو دعوت کرده که من فکر کنم دقیقه آخر اگه عقب باشن کنار فندای کدلیخ و اینا میاد تو محوطه. دونیل ملن مثل مدسن از دورتموند فینالیست اروپا، گکپو رو دعوت کرده، ممفیس دپای و بروبی بازیکنه حالا همیشگی خط حمله شونه مثل استیون برخواین که اونم دعوت کرده. و همین این لیستی بود که هلند دعوت کرده. خط حمله شون یکم خیلی پروفایل شبیه آره. همه، یعنی دپای، برخواین، بروبی. آره یکمی اصلا خط حمله کلمه دیگه براش ندارم، عقیمی به نظر میرسه واقعا. آه. میگم یعنی با وجود ویک هورس من نمیدونم، ولی من به نظرم 3-4-3 که میتونه بازی کنه میتونه فریمپونگ رو بذاره وینگر راست و دونفراید رو بذاره وینگ بک راست. من به نظر فوق‌العاده میشه توی حمله سمت راستشون تو 4-3 هم میتونه و... حتی بالا بازی دقیقا. بده فریمپونگ و جاوی سیمونز و چپ، ولی بازی این حالت نامتقارنی ستای بالا میتونه سیمونز فریمپونگ مثلا دپای حالا بعد اون نفر سومه میگم مسئله تیمه. بچه ها نظرتون راجع به لیست هلند برامون کامنت کنین، به این که به نظرتون موفق میشن یا نه. بریم سراغ لیست ایتالیا و حسین اگه موفق باشی شروع کنیم راجع به تیم اسپالتی کبیر صحبت کنیم. بله، تیمی که من واقعا شانس زیادی براش قائل نیستم، ولی خب ایتالیا، یعنی ایتالیا تیمیه که برخلاف انگلیس کار میکنه. انگلیس با خیال راحت مقدماتی رو میگذرونه، همه رو میبره، میاد تو جام بد کار میکنه. ایتالیا برعکسه، همین امسال هم تو بازی آخر اگه به اوکراین میباخت میرفت پلی آف و ممکن بود حتی مثل جام جهانی صعود نکنه بهش. برای هر جور بود صعود کرد. و اسپالتی برای دروازه دوناروما، مرت، پروودل و ویکاریو رو دعوت کرده. به نظر من مرت خط میخوره. واقعا پروودل و فیکاریو که فوق‌العاده‌ن، دوناروما هم لحاظه اون پروفایلی که داره تو تیم ملی اونم فوق‌العاده است. من فکر کنم ویکاریو رو بازی بده. خط دفاعشون سورش خیلی جوون شده، یعنی خط دفاعشون از اون نسل بونوچی، بارزالی، کیرنینی که دیگه عبور کردن خیلی دستخوش تغییرات شده. فوق‌العاده است اصلا خط دفاعشون. آره. اصلا وای 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 وای، یعنی خط دفاعی که از الان بچه‌ها تا اگه مصونیت عجیبی پیش نیاد اتفاق تا 15 سال آینده قراره خط دفاع ایتالیا رو همیشه آن تاپ ببینیم، مثل اون بونوچی و کیلینی، اون زوجای معروف نستا مالینی یا هر زوجی کاناوارو هر کی که بوده. آره واقعا بگو براشون این دوتا جوون. آچربی همون اون پیرشون آچربی. آره فیل داخل اتاق است که اگر اینقدر خوب نبود دعوت نمیشد. یعنی آچربی با تجربه ترین بازیکن خط دفاع است که تو اینتر خب واقعا دو سال فوق العاده داشته و خیلی عجیبه که تو این سن
توی 30 و چند سالگی اینجوری کریر خودش رو نجات داده از نظر اینزاگی. باستونیو دعوت کرده که ما نمیدونیم 3 دفعه بازی میکنه یا 4 دفعه اسپالتی، جفتش رو مهارت داره، باید ببینیم چی کار میکنه. که خب باستونی دفاع وسط چپ پای تیمه. بلانووا رو دعوت کرده که اینجا بر اساس حروف الف باس لیستی که ایتالیا اعلام کرده، برای بعد باستونی میرسیم به بلانووا که وینگ بک راستیه که از اینتر فصل پیش جدا شد و تعویضی خوبیه برای دقایق آخر اگه بخواد بیاره. بونجورنو دفاع وسط تورینو که امسال خیلی خوب بود، ولی خب به انقدر بازیکنای دیگه که قرار در ادامه بخونیم خوب بودن که به چشم نیومد بونجورنو، واقعا دفاع خوبیه. کالافیوری که واقعا بهترین مدافع جهان از الان بهتون میگم، از 3 سال دیگه بهترین مدافع جهان میشه تا 37 سالگیش احتمالا. کالافیوری که جایزه بهترین دفعه فصل سری ها هم برد اتفاقا، سروش جلوتر از باستونی. آره واقعا جلوتر از باستونی. عجیبه این پسر، عجیبه، عجیب دفاعیه. بچه هایی که نایدن ببینم بودش. کامبیاسو رو دعوت کرده از همین یوونتوسی که اسمش اومد، کامبیاسوی که هر دو سمت میتونه وینگ بک بازی کنه و آلگری وینگر هم تستش کرد، من بعید دونم بالای زنگ بازی کنه. دارمیان دعوت شده، من نفهمیدم چرا دارمیان دعوت کرده، یعنی تیم قهرمان دیگه، هم تجربه هم تیم قهرمان، تیم رو فرم بوده، منتالیتی برنده و این صحبت. آره و از تیم دهم سری آ یعنی ناپولی، دی لورنزو رو دعوت کرده، کاپیتان ناپولی رو، دفاع راستشون مربیش بوده، با هم قهرمان شدن دقیقاً. و دی لورنزو رو دعوت کرده و یه نکته ای که هست اینه که تو این خط دفاعی که دعوت کرده خبری از اسپیناتزولا نیست، بازیکنی که یورو قبلی ایتالیا قهرمان شد و یکی ستاره بود نیستش. و 3 نفر پایانی هم که دیمارکو شاید بشه گفت بهترین وینگ بک چپ دنیا، مانچینی روم که فصل به نسبت خوبی داشت و اسکالوینی. شما مثلا اسکالوینی، باستونی، کالافیوری، من نمیدونم، بعد مثلا دیمارکو سمت چپ، سمت راست هم هر کیو میخوای بذاری بذار، من نمیدونم این 5 دفعه رو چجوری میشه دفاعشو باز کرد. عجیبه. پشت سرشون هم یا ویکاریو یا دونو. عجیبه، عجیبه خط دفاع. خط هافک رو برامون بخون کمی. خط هافک بارلا خب قاعدتا بازیکن غیر قابل دست زدن این تیم است. ریچی رو دعوت کرده که فصل خوبی رو داشت توی سری آ. پلگرینی رو دعوت کرده که بازیکن چند پسته یه، میتونه حالا 10 هم براشون بازیکن پشت مهاجم. جورجینیو رو دعوت کرده که خب انقدر خوب بود که آرسنال هم حاضر شد یه سال دیگه باش تمدید بکنه. و وراتی دعوت نشده. براتی و تونالی دو تا از اسمای بزرگی بودن که تو این لیست نیستن. براتی خب حالا خاطر اینکه رفت لیگ قطر شاید اصلا اسپالتی دنبالش نمیکنه و تونالی که درگیر محرومیت شد دعوت نشده. فراتسی رو دعوت کرده که خب خوبم گل میزنه برای تیم اسپالتی تو بازی ملی. فودورونسو دعوت کرده که من این شناختی ازش ندارم. اینم نمیدونم واقعا دعوتش کرده دیگه. حالا کریستانته و فاجولی رو هم دعوت کرده که فاجولی کسیه که 7 ماه محروم بود به خاطر همون داستانی که تونالی هم داشت، فاجولی هم داشت. من فکر کنم اگه با 3 تا افک بازی کنم مشکلی هم ندارن، تیم خوبی دارن. اگه با 3 تا افک مرکزی هم بخوام بازی کنم یا 2 تا حتی، اوکی. جورجینیو، بارلا، پیگرینی خط افک اوکی ان، با تعجب اینکه خط دفاعشون خیلی قویه میتونن بیشتر خلاقیت رو به خط افک بیارن. حالا باز نمیدونم که چه اتفاقی میفته. اگه نظر راجع به خط هافک نداری بریم راجع به خط حمله شون صحبت. من دوست داشتم فقط نظرت راجع به همین لوکاتلی بدونم. حالا خب تونالی که میگیم از شرط بازی دور بوده، براتی هم رفته لیگ قطر، ولی خب لوکاتلی صرفا چون یه چه فرقی داره مثلا سطحش الان از آره، ولی مثلا الان کجا میخواست بازی کنه؟ پیگرینی، بارلا من فکر کنم فیکسن. پیگرینی که ستاره روم، بارلا که خب مثلا یه هافک ورد کلاس، لوکاتلی هم تو 6 بذاره هم 10 مثلا، هم 6 هم 8. آره دیگه اونم جورجینیو رو دعوت کرد دیگه. آره واقعا. آره. خط حمله کیزا، الشراوی، اورسولینی، راسپادوری، رتگوی، اسکاماکا، ساکانی. خب رتگوی از همون بازیکن جوونیه که امسال درخشیده و دعوت شده چند تا فیفاده قبلی. و اورسولینی ستاره همون بولونیایی که گفتی، واقعا اورسولینی از آکادمی یووه. و خط حملهش جوریه، یعنی نمیدونم، من اعتماد نمی‌کنم به کیزا، الشراوی، ساکانی. نه خط حمله یه کمی اونم مشکل هلندو داره به نظر من، یه کمی اون مشکل
عقیم بودن داره ولی اوضاعش بهتره، یعنی کیزا بازی کنی که خوبه مخصم خوب، ولی فکر نمی کنم بتونه ازش بازی بگیره که مانچینی مثلا میتونست اگه بود میگرفت، چون مانچینی خیلی فوتبال مدرنی بازی کرد مانچینی با ایتالیا توی یورو قبلی، اصلا یه فوتبال متفاوتی بازی کرد، ولی الان با توجه به اینکه اسپاتی دفاعی فوق‌العاده‌ای داره و ببینیم که چجوری میتونه این بیلداپ رو به خط حمله برسونه و استفاده کنم. علاوه اسمی خوب بهتر هم هلندی ها، ولی فکر میکنم که بازم مشکل دارن. تو هم نظرت راجع به خط حمله بگو برامون که اگر هم چیزه که من به نظرم کامل و خیلی جامع راجع به خط حمله شون گفتی و من ایتالیا رو شانسی نمیبینم براش که حتی به نظرم خیلی اگر صعود کنه از گروه هم خیلی سخت صعود میکنه، مگر اینکه اون رگ ایتالیاییشون که همیشه برخلاف پیشبینی ها عمل میکنن عمل کنه و اصلا یه بیان بالا تا جای بزرگ، ولی خط حمله شون ضعیف‌ترین خطشونه واقعا. من ولی تو چهارتا ایتالیا رو میدونم اگه بتونه از من فکر میکنم که مرحله حذفی به خاطر این خط دفاع قوی تیمو خیلی کمک میکنه توی 120. حالا ببینیم که جلوتر چه اتفاقی میفته. بچه برامون کامنت کنید نظرتون راجع به لیست هلند و ایتالیا، بگی علامت زنگوله رو هم بزنیم و اومدیم لایو برای مسابقات یورو خبردار بشین. دمتون گرم، خدافظ.